حمله های هوایی اسرائیل به مواضع حماس در سرتاسر غزه در روزهای اخیر شدت گرفته و ارتش میگوید مواضع نظامی این گروه را به شدت در هم کوبیده و شماری از افراد حماس را کشته است. اما مقام های پزشکی غزه از تلفات شدید غیر نظامیان خبر میدهند. ارتش همچنین با نمایش ویدیوهایی چند از هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و زیربنایی حزب الله در جنوب لبنان و دره بقاع خبر داده است. این تحولات موجب شد امید به نتیجه بخشی گفتگوهای میانجیگران برای آتش بس در غزه کم رنگ شود. نخست وزیر اسرائیل در نشست روز یکشنبه کابینه آشکارا از دولت بایدن به خاطر خودداری از ارسال جنگ افزارهای مورد نیاز این کشور انتقاد کرد. انا معریخ مود ات تمیخه של הנשיא بایدن והממשל האמריקני בישראל. من عمیقاً قدردان حمایت پرزیدنت بایدن و دولت ایالات متحده از اسرائیل هستم. آمریکا از آغاز جنگ با ارائه جنگ افزارهای دفاعی و تهاجمی ما را مورد حمایت معنوی و مادی شدید قرار داده. اما از 4 ماه پیش در ارسال جنگ افزارهای آمریکایی کاهش نمایانی ایجاد شده. هفته هاست از دوستان آمریکایی خواسته ایم ارسال جنگ افزارها را سرعت بخشند. ما این خواست را از راه اعزام مقام‌های بلندپایه در چند مورد، البته در پشت درهای بسته تکرار کردیم. توجیه های فراوانی شد اما چیزی دریافت نکردیم. وضعیت اساسی امور ابداً تغییر نکرد. ارسال جنگ افزارها قطره شکانی شد و از ارسال انبوه سلاح‌ها خبری نبود. نخست وزیر اسرائیل در عین حال ابراز امیدواری کرد که مشکل ارسال جنگ افزارها از آمریکا به زودی حل شود. אבל אני מוכן לספוג התקפות אישיות. اما من به خاطر امنیت کشور اسرائیل حمله های شخصی علیه خودم را تحمل میکنم. شغل من در مقام نخست وزیر اسرائیل آن است که برای تضمین بهترین سلاح‌ها برای جنگاوران قهرمانمان به هر کاری دست بزنم. با توجه به آنچه در 24 ساعت گذشته شنیدم، امیدوارم مشکل به زودی حل شود. در همین راستا وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه راهی آمریکا شده تا با مقام‌های آمریکایی درباره مسائل موجود و تحولات جنگ غزه گفتگو کند. در دیدارهایم تحولات جبهه ها در غزه، لبنان و اهمیت این برهه زمانی را مورد گفتگو قرار می‌دهم. ما برای هر اقدامی در غزه، لبنان و سایر جاها آماده ایم. گالاند بر دوستی محوری و پر اهمیت آمریکا و اسرائیل خاصه در این روزها تاکید کرد. و شنبه شب تل آویو صحنه تظاهرات گسترده مخالفان نتانیاهو بود که در اعتراض به کمکاری دولت در آزاد کردن گروگان‌ها خواهان کنارگیری نخست وزیر شدند. در مواردی میان مردم با پلیس درگیری‌های روی داد و چندین نفر بازداشت شدند. سیران شرفی، صدای آمریکا.